نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 28 ربیع الثانی سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله شیرازی در رابطه با مفهوم تقلید فرمودند تقلید یعنی رجوع جاهل به عالم در مسائلی که از آن اطلاع ندارد و همان گونه که انسان در زمانی که مریض است یا مریض دارد به پزشک مراجعه می کند و اینکه باید به کجا و کدام پزشک مراجعه کند همین مسئله نیز در باب تقلید از مشتهد در عمل به مسائل شرعی صدق می که به آنها اشاره شده است معظم الله در رابطه با لزوم تقلید از اعلم فرمودند برخی از فقه ها تقلید علم را لازم می دانند. اما برخی از فقه ها مانند صاحب جواهر تقلید علم را لازم نمی دانند و رجوع به هر فقیه جامع و شرایطی را کافی می دانند. ایشان در رابطه با مفهوم احتیاط واجب فرمودند این بحث در کتب علمی آمده و به روشنی بیان شده که گاهی از اوقات مسئله برای فقیه روشن نشده لذا نسبت به آن احتیاط می کند و فتوا نمی و از تعبیر احتیاط واجب استفاده می نماید در اینجا می توان به فتوای فقیه دیگری رجوع کرد آیت الله شیرازی در ادامه فرمودند گاهی اوقات برای فقیه مسئله در حد فتوا روشن است فقط به این دلیل که مشهور چنین نظری ندادند یا به دلیل برخی از جهات دیگر از باب ورع و احتیاط در فتوا فتوا نمی دهد. و از تعبیر احتیاط استفاده می کند. در اینجا نظر فقیه در حکم فتواست و در این احتیاط نمی توان به فقیه دیگری رجوع کرد و این مسئله در کتب علمی هم آمده است. با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم. مستحبات که گیری نداره خواجب. الزام انجام بده میخواد نده نه از باب اینکه که آخه مستحب قاضی تسامح قبول نداره و خب مستحب نیست از این جهت اما خب مشهور که قاضی تسامح قبول داره سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظما رازی به این شهر بود حکم تزاحم بین حضور ذهن در نماز با استماع قرآن خارج از نماز حکم شک که پس از فراق از عمل با توجه به قاعده فراق مواردی که موجب تأخیر یا رفع اجرای حد می شود و معنای قاعده میسور از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله سه صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه ش رأس ساعت یازده به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاه فرکانس 120-73 بیننده این نشست علمی باشید.